به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مخاطبین عزیز فرادرس. با آموزش حقوق مدنی سه، کلیات قراردادها، مرور و حل تست کنکور ارشد در خدمت شما عزیزان هستیم. فصل یک مربوط به شرایط صحت قراردادها. نخستین تستی که در قسمت ترازی یا قصد و رضا با اون در ارتباط هستیم، بحث ماده 224 قانون مدنی هست. این تست بیان داره الفاظ عقود محمول است بر معانی الف قانونی، ب منطقی، جیم ادبی و دال عرفی. طبق ماده 224 قانون مدنی، الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه، یعنی عبارات، کلمات و الفاظی رو که در قرارداد اومده در تفسیر اونها باید بر مبنای عرفی اون کلمات و الفاظ دادگاه عمل بکنه، نه بر معنای لغوی، قانونی یا حقوقی یا منطقی اونها. پس صرفاً بر معنای عرفی اونها عمل میکنه، چون عقود و قراردادها بین مردم بسته میشه و مردم معانی عرفی رو از الفاظ مد نظر دارن. پس در تفسیر اونها دادگاه باید بر مبنای عرفی کلمات و الفاظ و عباراتی که در قرارداد به کار برده شده عمل بکنه. پس گزینه دال گزینه صحیح ما هست. سوال بعد در قسمت ترازی این هست که برای تحقق یک عقد کدام یک از عوامل ذیل لازم است؟ الف رضای طرفین، ب اهلیت طرفین، جیم قصد انشای طرفین و دال قصد و رضای طرفین. اینجا گزینه جیم صحیح هست. طبق ماده 191 قانون مدنی، عنصر سازنده عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع قصد انشاء. این ماده بیان داشته که عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر این قصد بکنه. در بند یک ماده 190 قانون مدنی، قصد طرفین و رضای اونها به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله بیان شده. برای صحت عقد، قصد و رضای دو شخص لازم است. بنابراین، اگر یکی از طرفین عقد فاقد قصد یا رضای معتبر برای انشای معامله باشه، عقد نافذ و معتبری ایجاد نخواهد شد. با توجه به این نکات، بر اساس بند یک ماده 190، گزینه دال درسته، منتها به دلیل اینکه در پرسش ما عبارت تحقق عقد استفاده شده و ماده 191 هم تحقق عقد رو مشروط به وجود قصد انشاء دونسته، لذا با توجه به ظاهر ماده 191 انتخاب گزینه جیم برای ما اولویت داره. سوال بعد در قسمت ترازی این هست که کدام یک از امور ذیل سازنده عقد است؟ الف جهت مشروع، ب ترازی طرفین، جیم اهلیت طرفین و دال اراده. طبق ماده 191 قانون مدنی گزینه دال درست هست. گرچه قانون مدنی در ماده 190 قصد طرفین رو یکی از شرایط اساسی صحت معامله و همردیف شرایط مانند اهلیت طرفین و مشروعیت جهت معامله قرار داده، از حیث تحلیلی قصد انشای طرفین حقیقتاً شرطی در عرض دیگر شرایط مندرج در ماده 190 نیست. قصد انشا عنصر سازنده عمل حقوقیه و نقشی مهمتر و برجسته تر از سایر شرایط مقرر در ماده 190 داره. پس بنابراین گزینه دال طبق ماده 191 درست هستش. یعنی هر جا دیدید تحقق عقد یا سازنده عقد، میره سراغ قصد انشا یا بحث اراده. سوال بعد، فقدان قصد و رضا چه تأثیری در معامله دارد؟ الف موجب بطلان است، ب موجب عدم نفوذ است، جیم فقدان قصد موجب بطلان و فقدان رضا موجب عدم نفوذ است، دال فقدان رضا موجب بطلان و فقدان قصد موجب عدم نفوذ است. اینجا گزینه جیم صحیح است. قصد انشاء عنصر سازنده عقده، همونطور که در اسلایدهای قبل و تست‌های قبلی گفتیم، در نتیجه فقدان قصد یا معیوب بودن اون طبیعتاً سبب بطلان عقد خواهد شد. اما فقدان رضا یا عیب اون عقد رو باطل نمی‌کنه و صرفاً سبب عدم نفوذ عقده. در عقد اکراهی رضای مکره معیوبه، پس عقد اکراهی از عقود غیر نافذ محسوب میشه که با تنفیذ مکره نافذ میشه و با رد مکره باطل میشه. پس گزینه جیم صحیحه، یعنی فقدان قصد موجب بطلانه و فقدان رضا موجب عدم نفوذه.
سوال بعد، اگر قصد باطنی طرفین معامله عقد هبه باشه اما اراده ظاهری بر عقد بیع دلالت بکنه، دقت کنید اینجا تعارض اراده باطنی و اراده ظاهری طرفین هستش. حالا میخوایم ببینیم اینجا تکلیف چی هست. الف، هر دو عقد باطل است. ب، اراده ظاهری مقدم است و بیع صحیح است. جیم، در صورت اثبات قصد باطنی هبه صحیح است. و دال، در صورت احراز اراده ظاهری ب صحیح است. اینجا طبیعتاً گزینه جیم صحیحه، یعنی ما تقدم و حاکمیت رو به اراده باطنی در حقوق کشورمون میدیم. بنابراین اگر احراز بشود که طرفین انشای عقد هبه رو اراده کرده باشند ولی نام بیع رو بر اون گذاشته باشند، هبه صحیح خواهد بود و احکام عقد هبه بر رابطه طرفین جاری میشه. پس گزینه جیم در صورت اثبات قصد باطنی هبه صحیح است. وارد بخش دوم میشیم، بحث وجود و اعلام اراده. سوال اول، عرف در قرارداد چه نقشی دارد؟ الف، حکم قانونی معامله را مشخص میکند. ب، قصد طرفین را مؤثر یا بی اثر میکند. جیم، لزوم و جواز معامله را مشخص میکند. و دال، اراده طرفین را تفسیر میکند. عرف در قرارداد در حقیقت اراده طرفین رو تفسیر میکنه. همونطور که قبلا خدمت شما عزیزان گفتیم، ماده 224 قانون مدنی که میگفت الفاظ عقود محمول است و معانی عرفیه، یعنی در حقیقت دادگاه موقعی که میخواد اراده طرفین رو تفسیر بکنه میاد و بر مبنای معنای عرفی الفاظ و عباراتی که طرفین در قرارداد به کار بردن اراده اونها رو تفسیر و بیان میکنه. پس بنابراین گزینه دال گزینه صحیح ما است. سوال بعد، اعلام اراده چه نقشی در عقد داره؟ یعنی آیا اصلا اراده باید اعلام بشه یا نه؟ و این چه نقشی داره اگر اعلام بشود و اگه اعلام نشه چه اتفاقی میفته؟ الف، سازنده عقد است. ب، شرط ساختن عقد است. جیم، سبب اعتبار عقد است. و دال، مانع فسخ عقد است. اینجا گزینه ب صحیحه. عمل حقوقی طبق ماده 191 قانون مدنی با قصد انشا واقع میشه. بنابراین عنصر سازنده عمل حقوقی ام از عقد یا ایقاع قصد انشاء. با وجود این، همونطور که در ماده 191 قانون مدنی تصریح شده، قصد انشاء فقط وقتی میتونه موجب وقوع عقد بشه که مقرون باشه به چیزی که دلالت بر اون قصد بکنه، یعنی اعلام اراده، یعنی باید اعلام بشه. اعلام قصد انشاء در حقیقت شرط تأثیر عقد برای ساختن و ایجاد عقده. پس شرط این هستش که قصد تأثیر بذاره تا عقد ساخته بشه. پس گزینه ب صحیحه، یعنی شما اراده کردی، قصد انشاء رو داری، اما قصد انشاء به تنهایی کفایت نمی کنه، بلکه باید مقرون باشد به چیزی که دلالت بر قصد بکنه. این چیزی یعنی اعلام بشود. پس اعلام اراده همون شرطیه که در ماده 191 داره میاره، یعنی اعلام قصد انشاء یا همون اعلام اراده شرط تأثیر قصد برای ایجاد و ساختن عقده. پس گزینه ب صحیح هست. سوال بعد، در قسمت وجود و اعلام اراده در کدام مورد ایقاع فقط با اراده انشایی مقارن با وسیله ابراز آن محقق می گردد؟ یعنی چی؟ یعنی میگه ایقاع طبیعتاً یک اراده نیاز داره، نه دو اراده. در عقد ما دو اراده نیاز داریم، در ایقاع یک اراده نیاز داریم. حالا میگه در کدوم مورد ایقاع فقط با یک اراده با وسیله ابرازش، یعنی باید ابراز هم بشه دیگه، چون به هر حال اراده به تنهایی در ذهن شماست. تا وقتی ابراز نشه و اعلام نشه اراده شما، هیچ چیزی محقق نمیشه در عالم خارج، در عالم واقع. پس بنابراین اراده انشای شما باید مقارن باشه با وسیله ابراز اون. این که تا اینجا مشخص شد. حالا در کدوم مورد ایقاع فقط با اراده انشای مقارن با وسیله ابرازش محقق میشه؟ الف، اعراض. ب، ابرا. جیم، حیازت مباهات. و دال، رجوع از طلاق. گزینه دال درسته. ایقاعات مانند عقود به قصد انشا واقع میشن. ایقاع در حقیقت مخلوق اراده واحده و برای انشای اون مشارکت دو یا چند اراده لازم نیست.
در مقابل ایقاع عقد رو داریم که اعم از بانام و بینام با مشارکت دو یا چند اراده محقق میشه. در رابطه با عقد ماده 191 قانون مدنی بیان داشته که عقد محقق می شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کنه. پس بنابراین برای تحقق عقد صرف وجود قصد انشا در دو شخص کافی نیست، بلکه قصد انشای طرفین باید مقرون به چیزی باشه که کاشف قصد هستش و اراده باید اعلام بشود. یعنی غیر از وجودش اعلام هم باید بشه. قانون مدنی درباره لزوم یا عدم لزوم اعلام قصد انشا برای تحقق ایقاع قاعده عمومی مثل چیزی که در خصوص انشای عقد در ماده 191 بیان کرده بود مقرر نکرده. به عقیده برخی از اساتید حقوق مدنی وجود کاشف خارجی قصد برای انشای ایقاع لازم نیست و قصد انشا در ایقاع به تنهایی حتی اگر مقرون به کاشف خارجی نباشد ایقاع رو محقق میکنه، مگر اینکه قانون به طور خاص برای انشای یک ایقاع وجود کاشف خارجی قصد رو لازم دونسته باشه، مثل رجوع از طلاق. بر اساس این دیدگاه در انعقاد عقد کاشف خارجی قصد انشا نقش اساسی و جنبه ثبوتی داره، منتها در ایقاع کاشف قصد انشا فقط جنبه اعلامی داره. منظور جنبه اعلامی کاشف این هستش که به وسیله کاشف ایقاع کننده میاد اراده خودش رو به طرف مقابل اعلام میکنه تا شخصی که از ایقاع تأثیر میپذیره از وقوع ایقاع مطلع بشه و مقصود از جنبه اشهادی کاشف، چون به هر حال میگیم در ایقاع اون کاشفه قصد انشا یا اون کاشف قصد انشا یا جنبه اعلامی داره یا اشهادی. منظور از اعلامی که این هستش که یعنی کاشف میاد اون قصد طرف ایقاع کننده رو برای کسی که از ایقاع تاثیر میپذیره اعلام میکنه. منظور جنبه اشهادی کاشف این هستش که اراده ایقاع کننده برای اطلاع اشخاص ثالث از وقوع ایقاع اعلام میشه تا در صورت حدوث اختلاف بر اساس شهادت اونها، این میشه جنبه اشهادی، ایقاع اثبات بشه. با توجه به این مطالب بر اساس دیدگاهی که گفتم و در طرح پرسش هم ظاهرا ملاک هستش، چون میگه با اراده انشایی مقارن با وسیله ابراز اون، اعلام اراده یا به عبارت دیگه مقرون بودن قصد انشا به چیزی که دلالت بر قصد بکنه اصولا شرط وقوع ایقاع نیست، مگر در مواردی که قانون مدنی اعلام اراده را شرط انشای ایقاع قلمداد کرده باشه، که اون هم در چند مورد قانون مدنی اعلام اراده را شرط انشای ایقاع دونسته. یکیش اجازه معامله فضولی هست طبق ماده 248 که میگه اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای اون بکنه، و ماده 249 هم میگه سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشه. یکی رد معامله فضولی هست طبق ماده 250. دیگری اسقاط حق حاصل از شرط ضمن عقد طبق ماده 245 هست. یکی دیگه فسخ عقد لازم طبق ماده 449 هست که میگه فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نمایه. خب فسخ ایقاع دیگه، اما چرا میگه لفظ یا فعل؟ یعنی باید ایقاع شما نشون داده بشه، اعلام بشه، فسخ عقد لازم. بعدی اخذ به شفعه هست که در واقع اخذ به شفعه وقتی واقع میشه که شفیع سمن رو به مشتری بده که دادن سمن کاشف خارجی قصد انشای اخذ به شفعه هست. اسقاط اخذ به شفعه هم طبق ماده 822، طلاق هم طبق ماده 1134 قانون مدنی باید به صیغه طلاق خونده بشه و در حضور دو نفر مرد عادل که طلاق رو بشنوه، یعنی هم جنبه اعلامی و هم جنبه اشهادی داره. رجوع از طلاق رجعی هم طبق ماده 1149 به هر لفظ یا فعلی حاصل میشه که دلالت بر رجوع نماید، مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشه. پس بنابراین گزینه دال گزینه صحیحه ما هست. در فصل یکم با قسمت وجود و اعلام اراده در خدمت شما عزیزان هستیم. سوال بعدی این هستش که در انجام یک معامله متعامل که قادر به تکلم بوده عقد را با اشاره قبول کرده است.
این معامله چه وضعی دارد؟ الف، با امکان تکلم اشاره کافی نیست. ب، فقط در صورتی صحیح است که طرف مقابل قادر به تکلم نباشد. جیم، صحیح است. د، صحت معامله منوط به تنفیذ بعدی آن با لفظ است. اینجا گزینه جیم صحیحه. طبق ماده 192 قانون مدنی، در مواردی که برای طرفین یا یکی از اونها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود. ظاهرا در این ماده امکان عقد قرارداد با اشاره و بدون استفاده از لفظ منوط به اینه که طرف قرارداد فاقد قدرت تکلم باشه. با وجود این، ماده 193 قانون مدنی به طور مطلق و صرف نظر از اینکه طرف عقد فاقد قدرت تکلم هست یا از قدرت تکلم برخورداره، انشای معامله بدون استفاده از لفظ و با اعلام اراده از طریق فعل رو، حالا هر فعلی، مطلق فعل رو مجاز دونسته. طبق ماده 193 قانون مدنی، انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. با توجه به همه این نکات، نباید از ماده 192 قانون مدنی استنباط بشه که اگر طرف عقد واجد قدرت تکلمه، حتما باید اراده خودش رو با استفاده از لفظ اعلام کنه و اعلام اراده با اشاره یا اعمال دیگه مجاز نیست. شخص دارای قدرت تکلم هم میتونه اصولا اراده خودش رو برای انشای عمل حقوقی بدون استفاده از لفظ و از طریق فعل یا عمل، مطلق فعل و عمل، اعلام کنه. عقد نکاح و ایقاع طلاق مشمول حکم ماده 193 قانون مدنی که الان خدمت شما عزیزان گفتم نیستن. برای انشای عقد نکاح و ایقاع طلاق باید اراده با استفاده از لفظ اعلام بشه. طبق ماده 1066 قانون مدنی که مربوط به انشای عقد نکاح هست، هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند، عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود، مشروط بر این که به طور وضوح حاکی از انشای عقد باشه. پس بنابراین اگر در انجام یک معامله که نگفته معامله عقد نکاحه یا اینکه ایقاع طلاقه، گفته یک معامله، پس ما می بریم سراغ معاملات و عقود به صورت کلی فارغ از این دو استثناء. متعامل یا یکی از متعاملین، فرقی نداره، که قادر به تکلم هست، میاد عقد رو با یک فعل مثل اشاره قبول میکنه، این معامله کاملا طبق ماده 193 قانون مدنی صحیح هستش. پس گزینه جیم گزینه درست ما هست. سوال بعد، بدهکاری به طلبکار خود میگوید اتومبیلم را در ازای 5 میلیون تومان که از من طلب دارید به شما میفروشم و اگر ظرف یک هفته عدم موافقت خود را نسبت به این معامله اعلام نکنید، سکوت شما به عنوان قبول محسوب میشود. آیا پس از گذشت 10 روز و سکوت مخاطب معامله میان آنها منعقد شده است؟ گزینه الف، خیر، معامله واقع نشده است. گزینه ب، آری، معامله واقع شده است. گزینه جیم، خیر، اگرچه سکوت همراه با قرینه قبول معامله هست، اما بی به دلیل دیگری محکوم به بطلان است. دال، آری، معامله صحیح هم واقع شده است، اما این معامله بی محسوب نمی شود و تبدیل تعهد است. اینجا گزینه ب صحیحه. اصولا سکوت در برابر ایجاب به معنای قبول ایجاب نیست و با سکوت مخاطب ایجاب عقد واقع نمیشه. منتها اشخاص میتونن در رابطه خود سکوت رو به معنای رضایت به عقد و قبول ایجاب قرار بدن. گفتیم که الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه، یعنی اشخاص هستن که در رابطه خودشون الفاظ رو تعیین میکنن که چه معانی داشته باشه. در فرض پرسش قبل از وقوع عقد اصلی توافقی ضمنی بین موجب و مخاطب ایجاب واقع شده و به موجب اون سکوت مخاطب ایجاب به منزله اعلام قبول ایجاب قلمداد شده. این توافق ضمنی نافذ هست و سبب میشه با سکوت مخاطب ایجاب در مدت تعیین شده عقد منعقد بشه. پس طبق این توضیحات گزینه ب درسته، یعنی آری، معامله واقع شده است. سوال بعد که سوال بسیار مهم و پرتکراری در کنکورهای مختلف هستش این هست که اگر مخاطب ایجاب پیش از قبول فوت کند تکلیف چیست؟
الف ایجاب از بین می رود، ب ایجاب کننده حق دارد از ایجاب عطول کند، جیم ایجاب به ورثه او منتقل می شود و ورثه به عنوان اصیل قبول را انجام می دهند، دال ایجاب در مهلت خود باقی می ماند و ورثه به نمایندگی از مورث قبول را انجام می دهند. گزینه الف درسته، اما به چه توضیحی؟ قانون مدنی راجع به ایجاب اوصاف و اسبابی که سبب زوال اعتبار ایجاب می شوند به طور جامع احکام لازم را مقرر نکرده. با وجود این در دکترین حقوقی بر اساس اصول و مبانی تحلیلی برای ایجاب اسباب زوالی در نظر گرفتن که با تحقق اونها ایجاب اعتبار خودش را از دست میده و اگر اعلام قبول از جانب مخاطب ایجاب بعد از زوال اعتبار ایجاب صورت بگیره عقدی منعقد نخواهد شد. در واقع ایجاب عبارت است از نخستین اعلام اراده توسط یکی از طرفین عقد به نحوی که با تلفیق قبول به اون عقد منعقد می‌گردد. البته در عقود عینی افزون بر لزوم تلفیق ایجاب و قبول، قبض مال مورد معامله هم برای وقوع عقد لازمه. اما اسباب زوال اعتبار ایجاب چه مواردی هستند؟ یک، انقضای مدت اعتبار ایجاب. یکی از مهمترین اسباب زوال ایجاب انقضای مدت اعتبار اون هست. مدت اعتبار ایجاب ممکنه توسط موجب در زمان انشای ایجاب تعیین گردد یا با حکم عرف. هر ایجابی یک مدت اعتباری داره. تعیین مدت برای ایجاب توسط موجب دو اثر حقوقی مهم داره. اثر اولش اون هستش که ایجاب تا پایان مدت از جانب موجب غیر قابل رجوع هست. به عنوان مثال اگر موجب ایجاب فروش یک دستگاه خودرو رو خطاب به شخص دیگری اعلام بکنه و ضمن ایجاب مقرر بکنه که مخاطب برای اعلام قبول یک هفته مهلت داره، موجب یعنی خود ایجاب کننده نمیتونه قبل از انقضای یک هفته از ایجاب خودش رجوع کنه. البته موجب میتونه همراه با تعیین مدت برای ایجاب به طور صریح اون رو قابل رجوع قبل از انقضای مدت توصیف کنه. اگر موجب مدتی برای ایجاب تعیین نکرده باشه، مدت اعتبار اون رو عرف تعیین میکنه. حکم عرف با توجه به اوضاع و احوال و شرایط متفاوته. برای مثال وقتی ارزش مال موضوع ایجاب در حال افزایش شدیده، مدت عرفی اعتبار ایجاب طبیعتاً به مراتب کمتر از فرضی هست که مال موضوع ایجاب با افزایش قیمت سری مواجه نیست. لزوم توالی عرفی بین ایجاب و قبول که یکی از شرایط اعتبار قراردادها تلقی می شود ناشی از محدود بودن عرفی مدت ایجاب هستش. دومین موردی که از اسباب زوال اعتبار ایجاب هست فوت مخاطب ایجابه. این سبب موجب زوال اعتبار ایجاب خاصه. اگر مخاطب ایجاب شخص یا اشخاص محصور و مشخصی باشند به اون ایجاب خاص گفته می شه. چنانچه مخاطب ایجاب شخص یا اشخاص محصور و مشخصی نباشن، ایجاب رو ایجاب عام گفته میشه. اعتبار ایجاب عام به فوت برخی افراد عموم زایل نمیشه. بنابراین فوت مخاطب عملاً از اسباب زوال ایجاب عام نیست، مگر اینکه همه افراد عام مورد خطاب در ایجاب فوت کنن که امری نادر هستش. ایجاب خاص که خطاب به شخص واحدی انشاء شده با فوت مخاطب اعتبارش زایل میشه. وارث یا وارثان مخاطب نمیتونن ایجاب رو قبول کنن مگر اینکه موجب در ایجاب خودش امکان قبول ایجاب توسط ورثه مخاطب رو تصریح کرده باشه. سومین مورد از اسباب زوال اعتبار ایجاب زوال اهلیت مخاطب ایجاب که اینم خیلی مهمه. زوال اهلیت مخاطب ایجاب مثل فوتش سبب بی‌اعتبار شدن ایجاب میشه. زوال اهلیت مخاطب ایجاب به دو صورت از بین رفتن اهلیت استیفا و زوال اهلیت تمتع امکان پذیره. مثلا اگر ایجاب فروش مال غیر منقول خطاب به یک ایرانی انشا بشه و این ایرانی قبل از اعلام قبولی و پیش از زوال اعتبار ایجاب به اسباب دیگه تابعیت خارجی تحصیل بکنه، در واقع اهلیت تمتعش برای قبول این ایجاب از مخاطب سلب میشه و با از بین رفتن اهلیت تمتع مخاطب ایجاب هم اعتبار خودش رو از دست میده.
اگر مخاطب ایجاب پیش از اعلام قبول محجور بشه، چون اهلیت استیفاشو از دست داده، اعتبار ایجاب هم زایل میشه. بعد از محجور شدن مخاطب، قیم او دیگه نمیتونه ایجاب رو قبول کنه. به عنوان مثال، اگر ایجاب فروش یک دستگاه آپارتمان خطاب به شخص الف انشا بشه و شخص الف قبل از اعلام قبول ایجاب دچار جنون بشه، به محض عارض شدن جنون بر مخاطب یا شخص الف، اعتبار ایجاب هم زایل میشه و قیم شخص الف یا قیم مجنون نمیتونه ایجاب رو قبول کنه. چهارمین مورد از اسباب زوال ایجاب، فوت موجب یا ایجاب کننده هست. فوت موجب هم از اسباب زوال ایجاب هست، اهم از اینکه ایجاب خاص باشه یا عام. اینجا دیگه کاری به ایجاب عام و خاص نداریم، چون موجب یک شخصه. طبق دیدگاه غالب در دکترین حقوقی، فوت موجب اعتبار ایجاب الزام آور رو هم زایل میکنه. به عنوان مثال، اگر ایجاب فروش یک دستگاه خودرو با تعیین مدت اعتبار برای ایجاب انشا بشه، با فوت موجب اون اعتبار ایجاب هم زایل میشه و مخاطب بعد از فوت موجب نمیتونه ایجاب رو قبول بکنه. اگر ایجاب توسط نماینده شخص انشا شده باشه، مثلا قیم بیاد ایجابی برای فروش مال متعلق به محجور انشا کنه و بعد از ایجاب قیم فوت بکند، اعتبار ایجاب زایل نمی شود. اما فوت منوب عن، یعنی همون محجوری که قیم در واقع به جای اون اومده ایجاب کرده، باعث زوال اعتبار ایجاب خواهد شد. همچنین اگر شخصی برای فروش مال خودش به دیگری وکالت داده باشه و وکیل که نماینده محسوب میشه، بعد از انشای ایجاب فوت بکنه، ایجاب در واقع اعتبار خودش رو از دست نمیده. پس در مورد نمایندگی اینو دقت بکنید. اما فوت موکل یا همون منوب عن دوباره باعث زوال اعتبار ایجاب هستش. پنجمین مورد از اسباب زوال ایجاب، زوال اهلیت موجب هست. محجور شدن موجب بعد از ایجاب و قبل از قبول شدن اون سبب زوال اعتبار ایجاب هستش. محجور شدن نماینده در فرضی که ایجاب رو نماینده شخص انشا کرده، سبب زوال اعتبار ایجاب نمیشه. مثلا اگر وکیل برای فروش اتومبیل موکل ایجابی انشا کنه و بعد از ایجاب و قبول و قبل از قبول وکیل محجور بشه، اعتبار ایجاب به قوت خودش باقیه، چون آثار عقد متوجه موکله که اهلیت اون هم زایل نشده. مورد بعدی، تلف شدن مال موضوع ایجابه. اگر ایجاب برای انتقال مالکیت مال معینی، اهم از این یا منفعت معین باشد، یا برای رهن دادن مال معینی انشا شده باشه، یا به منظور ایجاد حق انتفاع در مال معینی انشا بشه، با تلف شدن اون مال معین قبل از قبول ایجاب، اعتبار ایجاب هم خاتمه پیدا میکنه، چون ایجاب بدون موضوع میشه و طبق ماده 190 هر معامله ای باید موضوع معینی داشته باشه. مورد بعدی، ناممکن شدن انجام عمل موضوع ایجاب هست. اگر ایجاب برای انجام عملی باشه و قبل از قبول شدن تغییر اوضاع و احوال عرفاً انجام اون عمل ناممکن بشه، اعتبار ایجاب هم زایل میشه. هشتم، رجوع از ایجاب توسط موجب هست، که یکی از اسباب رایج زوال اعتبار ایجاب رجوع موجب هستش. قبل از قبول مخاطب اصولا ایجابها قابل رجوع هستن، اهم از اینکه ایجاب مربوط به عقد جایز باشه یا عقد لازم. به عبارت دیگه، قابل رجوع بودن ایجاب ارتباطی به جواز یا لزوم عقد نداره. بر اساس قابلیت رجوع هم ایجابها رو به دو قسمت تقسیم میکنن، ایجاب ملزم و ایجاب غیر ملزم، یعنی الزام آور و غیر الزام آور. ایجاب ملزم قابل رجوع نیست، چون الزام برای موجب ایجاد کرده، اما ایجاب غیر ملزم یا ساده هر زمان از طرف موجب قابل رجوع هستش. نهم هم رد ایجاب از جانب مخاطب هست، که ایجاب خاص با رد مخاطب ایجاب اعتبار خودش رو از دست خواهد داد. پس بنابراین در مورد سوال، اگر مخاطب ایجاب پیش از قبول فوت بکنه، ایجاب از بین خواهد رفت. یکی از اسباب زوال ایجاب، فوت مخاطب ایجاب پیش از قبول هستش. در خصوص ایجاب و قبول با سوال دیگری روبرو هستیم. به هنگامی که موجب برای مخاطب ایجاب مهلتی جهت پاسخگویی به آن قائل می شود، برای توجیه الزام موجب به معتبر نگه داشتن ایجاب طی این مدت، کدام یکی از نظریه های زیر واقعی و منطقی تر و در حال حاضر بیشتر با اقبال حقوقدانان مواجه است؟ الف، نظریه پیش قرار داد. ب، نظریه تعهد یک جانبه قرار داد. جیم، نظر خطر در برابر انتفاع مادی. و دال، مسئولیت
مدنی. اینجا گزینه الف درسته، یعنی نظریه پیش قرار داد. ایجاب قراردادها در یک تقسیم بندی به دو قسم ایجاب الزام آور و ایجاب ساده یا غیر الزام آور تقسیم میشن. ایجاب الزام آور ایجابی هستش که گوینده با تعیین مدت برای ایجاب یا به طور صریح اراده خودش رو مبنی بر التزام به ایجاب و عدم رجوع از اون اعلام کرده. قانون مدنی حکمی راجع به امکان یا عدم امکان اعلام ایجاب به صورت الزام آور بیان نکرده. لذا نویسندگان حقوق مدنی راجع به امکان یا عدم امکان رجوع از ایجابی که به ترتیب فوق برای به عنوان ایجاب الزام آور انشا شده اختلاف نظر دارند. لذا طبق دیدگاه غالب در دکترین حقوقی موجب ملزم به ایجاب الزام آوره و نمیتونه از اون تا پایان مدت اعتبار ایجاب عدول کنه. راجع به مبنای التزام موجب به ایجاب ملزم و عدم امکان رجوع از اون سه نظریه اصلی مطرح شده که عبارتند از 1. نظریه پیش قرار داد، 2. نظریه تعهد یک طرفه و 3. نظریه جرم مدنی یا تقصیر. بر اساس نظریه پیش قرار داد، وقتی موجب ایجابی رو به صورت الزام آور انشا و تعهد خودش رو به حفظ ایجاب اعلام میکنه، اعلام اراده به دو انشای مختلف قابل تجزیه هست. پیشنهاد اول موجب ایجاب عقد اصلیه که با قبول اون قرارداد بین طرفین منعقد میشه و هر دو طرف از مفاد عقد رو رعایت بکنن. پیشنهاد دومی که با این اعلام اراده خطاب به مخاطب ایجاب صادر شده، متضمن تعهد موجب به حفظ ایجاب هستش. پس نظریه درست نظریه پیش قرارداد و گزینه الف.